سلام من محمد هستم و اینجا کانال مکانیک شو هست خوش اومدید به کانال من و به یکی دیگه از ویدیوهای من اگه از این دسته ویدیو یعنی تقویت و تیونینگ تمام ماشین های ایرانی و خارجی خوشتون میاد خوشحال میشم کانال ما رو سابسکرایب کنید ویدیوهای ما رو لایک کنید و زیر پستامون کامنت بذارید امروز میخوام در رابطه با موتور EF7 صحبت بکنم میخوام یه بررسی چند مرحله‌ای داشته باشیم از موتور EF7 و امکاناتش نقاط ضعفش و نقاط قوتش خب اسم موتور همونطور که اول کلیپ گفتم اسم موتور EF7 هست یا EF7 حجم موتور 1646 سی سیه تعداد سوپاپ 16 سوپاپ یعنی به ازای هر یک پیستون یا هر یک سیلندر چهار تا سوپاپ قرار داره نسبت تراکمش به خاطر تخت بودن پیستون و مقدار دستکاری توی محفظ احتراق سر سیلندرش 11 است اسب بخاری که کارخونه اعلام کرده 115 اسب تو دور موتور 6000 و گشتاوری که کارخونه اعلام کرده 157 نیوتن متر تو دور 4500 ولی همه میدونیم که این اعداد اعلام شده توسط کارخونه است و زمانی که ماشین بیرون میاد از کارخونه یه وضعیتی دیگه ای داره خب نوع پیستونش پیستون تخت جا سوپاپ داره فقط هم جا سوپاپ دود داره که اگه زمانی تسمه تایم شد بیشتر سوپاپ دود کج میشه تو همه موتورا نوع میلنگش 8 لنگ بیشتر مناسب دور بالا هست ولی شتاب هم مقدار کمی داره ولی بیشتر به درد دور بالا میخوره بلوک این ماشین بلوک چودنه و جنسش جنس مقاومی نیست از لحاظ ساختارش بلوکش شدن ولی اومدن از آلیاجی داخلش استفاده کردن که به قول گفتنی قاطی داره و برای همین از لحاظ مقاومت مقاومتش پایینه ولی توی نسلای اول EF7 مثل مدلای 91 90 91 92 خب 93 یه مشکلاتی پیش اومد برای کارخونه ها قرارداد شر... شرکت ها باشون به هم خورد 93 استثناء شد که کیفیتش واقعا اومد پایین همون سال طوری شد که مجوز صادر کردن برای سمندا که بتونن موتورشون رو تعویض کنن اومد شد سال 94 و 95 خوب شد موتوراشون کیفیتاشون تقریبا خوب شد از 95 به اون طرف یعنی 96 و 97 به این طرف بازم خوب بود ولی ماشین های 98 به این طرف یک کمی مقاومتشون اومده پایین جنس آلیاجی که توشون استفاده شده قاطی داره یعنی برای مثال با چودن چودن خالص نیست که مقاومت داشته باشه یه سری فلزات دیگر هم باهاش میزنن که برای کارخونه ها به تر در بیاد شاتون این موتور شاتون خوبیه اینی که یه سری از دوستان میان میگن ایف شاتون و نمیدونم شا ایف شاتون میزنه و اینا رک و راست باید اینو بگم که این مسئله وجود داره ولی به خاطر آلیاج و اون مهارت کم رانندگی افرادی که این موتور داره شاتون میزنه ببینید تو موتورای مدل 91 یا 92 جنس این آلیاش خوب بوده باهاش معکوس میکشیدن دور بالا میرفتن موتور آخ نمیگفته ولی رفته رفته نذاشتن که مثلا به ده سال برسه بعد جنسش رو خراب کنن همون چند سال اول اومدن جنسای داخل موتور رو اون جنس درجه یک رو نذاشتن جنس درجه دو و درجه سه گذاشتن داخل موتور خب اون EF7 اولیه که همه ازش انتظار دور بالای خوب و عمر خوب داشتن نمونده یعنی کیفیتش واقعا افت کرده اومدن شاتون رو به خاطر اینکه براشون یه مقداری مغرون به صرف باشه براشون یه مقدار پولی بیشتری داشته باشه شاتونش ناخالصی داره با خودش یعنی زیاد مقاوم نیسته اینی که میگن تو دور بالا شاتون میزنه مربوط به معکوس دادن بعضی از راننده های ناشی هست و فرهنگ غلط درنده مورد دادن سر چار ها است زمانی که شما توی دور بالایی هستی باید یه مقداری یه لحظه کلاچو بگیری یه مقداری گاز بدی و دوباره مکوس بدی که در مورد مکوس دادن باید یه کلیپ کلا درست کنه و اینکه سر چار با دنده سه مثلا سرعت سی تا دارن گاز میدن موتور شروع میکنه ناک زدن این ناک زدن هی داره ضربه میزنه به موتور و عمر موتور کم میکنه این حقیقت داره توی موتورهای مدل بالا یعنی مثلا 98 تا 99 ها که توی دور موتورهای بالا شاتون بزنه ولی این شاتون زدن در اثر ناشی بودن راننده است یا نداشتن مهارت و اینکه جنس اون موتور اون جنس اولیه نیسته که روش حساب باز کنن خب بریم سراغ این که ببینیم رو چه ماشین های این موتور رو استفاده کرده کارخونه ایران خود رو اومده روی دنا دنا پلاس روی سورن و حالا سورن توربو هم است ولی موتورش توربوه بهش کار نداریم روی نمونه سورن هم آورده موتور یف سبن رو گذاشته خدمت شما عرض کنم پس شد دنا سورن دناپلاس روی یه نمونه پرشیا هم خیلی محدود حدود 100 تا همون سالای اول زده ولی خب زیاد ندیده این پرشیا ولی میگن که سواریش خوبه رو پرشیا چون که این موتور موتوریه که تازه اومده و کسی نرفته توی نخش که براش طراحی کنن قطعات زیادی پس توی تقویت کردن یه مقدار دست و بال ما رو میبنده براش پیستون اومدن طراحی کردن شاتون اومدن طراحی کردن اما شرکت های اومدن طراحی کردن براش که زیاد نمیشه روشون حساب باز کرد یعنی در حدی اون شرکت ها که برای ماشین های فابریک میتونن پیستون بزنن ولی برای ماشین های تقویتی یه مقدار فرق میکنه چون این پیستون باید حرارت بالایی رو تجربه کنه باید توی مایع گذاشته بشه سختتر بشه از لحاظ جنسش موتور EF7 موتوریه که در اصل برای دوگان سوز بودن طراحی شده ولی خب چون که توی ایران همیشه یه مدل هست که بنزینیه و یه مدل که هم بنزینی و هم گازی هست اومدن مدل بنزینیش را هم قرار دادن ولی این موتور این موتور دارای دو نوع دریچه گاز هست دریچه گاز برقی و دریچه گاز سیمی اگر شما از اون افرادی هستید که اهل شتاب و سرعت بالا نیستین و مصرف سوخت براتون ملاک دریچه گاز برقی برای شما بهتره ولی اگر اهل شتاب گرفتن ناگهانی هستین اهل کورسین اهل درگین اهل این هستین که فردا دوباره بخواین موتور رو تقویت کنید دریچه گاز سیمی بهترین راندمان رو میتونه به شما بده و برای همین یه مقداری مصرف سوخت دریچه گاز سیمی بیشتر هست نه زیاد ولی نسبت به اون عمل کردی که داره میصرفه چون که دریچه گاز برقی توی کلیه موتورها حتی 206 موتور EF7 و تمامی موتورها یه لگ اولیه داره که توسط نرم افزار میشه تا حدودی حلش کرد ولی دریچه گاز سیمی تمام کنترل دریچه گاز از لحظه روشن کردن ماشین تا لحظه ای که شما دور موتور بالا میرین فقط توی دور آرام دست کامپیوتر به بعد همش دست شما چقدر بهش گاز بدین کجا گاز رو شل کنید کجا محکمتر گاز بدید اگر بخواین گاز بدین توی گردنه راحت‌تر ماشین بالا میره با توجه به اینکه در مکانیکی و سیمی هستش شما در واقع داری اون دستور رو اجرا میکنی و کامپیوتر هیچ کاری به این کار نداره برای خرید ماشین همین موتور EF7 بیشتر بیان دقت کنید موقعی که ماشینی رو میخرید روی بحث کامپیوترش کامپیوتر اینا چند سالیه که عوض شده شده ایزدیو ایسیو چینیه بیشتر بیاین روی این مبحث که بوش باشه کروز باشه زیمنس باشه ست باشه اینا کامپیوتر هست که هم ریمپ خوبی میشه هم میشه روش مانور داد از لازم نرم افزاری و میتونیم موتور رو تا حدی که فابریکه به یه جایی برسونیم این نکته هست برای خرید ماشین و نکته بعدی هم اینه که نکته بعدی هم که عرض کردم دریچه گازشه که اگه سیمی باشه به نظر من بهتر حال تجربه من بعد از چندین سال مکانیکی داره اینو میگه که دریچه گاز سیمی بهتر جواب میده ولی خب دریچه گاز برقی هم خوبه راهکار داره برای درست کردنش فعلا تا همینجا داشته باشین این قسمت اول بود صرفا برای آشنایی بیشتر با این موتور بود توی قسمت بعد توضیح میدم که چطوری بدون باز کردن موتور موتور اف 7 تا یه حدودی تقویت کنیم که بتونه خودش رو به 150 اسب نزدیک کنه ممنون از اینکه تا اینجا کلیپ ما رو دنبال کردید خوشحال میشم که ما رو سابسکرایب کنید خدا یار و نگهدارتون باشه